دوستان عزیز، میخوام در رابطه با تایتان ازوراس، البته تایتان ازوراس اشتباه، راجب ازوراس شخصیتی مثل ازوراس صحبت بکنم. اما اینکه قبل از هر چیز بهتون میگم خوب گوش بدید، یک کوچولو شاید طولانی بشه، خیلی هم نمیشه، ولی من توضیحاتی که میدم یه جوری توضیح میدم که همه متوجه بشن. به هر حال فوت گوزگری خودمه و یه چیزی باید بهتون بگم. ازوراس قوی ترین موجود و قوی ترین بینگز میشه چیز، قوی ترین چیز جهان وارکرافته، قوی ترین هاست. و راجع به این قضیه هم میخوام بهتون توضیح بدم که واقعا سوال ما اینجاست، ما برمیگردیم به نسخه Shadowland، World of Warcraft Shadowland. اگر شما سینماتیک نسخه Shadowland رو تماشا بکنید شاید یک چیزی خواهید شد، شاید این سیلواناس میگه این دنیا زندانه. This world is a prison. And I will set us all free. من هممون رو آزاد میکنم. سیلواناس اگه دقت کردید میگه که این دنیا یک زندانه. واقعیتی که سیلواناس میگه و معتقده که این دنیا یک زندانه. حالا ازوراس، ازوراس این شکلی نمیشه، میشه بچه ازوراس. ازوراس ما ته سالها فکر میکردیم ازوراس یک تایتانه. او واقعا اینه که ازوراس یک تایتانه، من نمیدونم ازوراس آیا واقعا یک تایتانه یا نه، و هیچ ایده ای هم راجع به این قضیه ندارم که ازوراس یک تایتان هست یا نه، ولی میخوام بهش بپردازم براتون که بفهمیم که آقا آیا واقعا ازوراس یک تایتانه یا نه. ازوراس چیه هستن؟ سوال اینجاست، ازوراس هستن چیه؟ از چی ساخته شده؟ از چیه؟ قضیه چیه؟ چیه حاجی؟ واقعا ما این رو بلیزارد به ما گفته بچه ها، ما یک چیزی داریم به اسم، یعنی اینو بلیزارد به ما گفته که قراره یک حماسه‌ای بده به اسم حماس، یه استوری لاینی بده که اونقدر اپیکه، اونقدر قویه، اونقدر بزرگه که تو یک نسخه نمیشه گفت. و گفته 20 سال جهان وارکرافت تا الان اومده، همه رو میخوان بکنن تو این 3 سال. نتیجه گیری و کانکلوژن همه این سالهای جهان وارکرافت. گفته که از چیزایی که ما میفهمیم، سوالایی که قراره تو این ورد سول ساگا بفهمیم، یعنی ورد سول یعنی روح دنیا، ساگا یعنی حماسه، حماسه روح دنیا قراره بفهمیم، اینه که ازوراس چیه؟ و خب یه سری توضیحات توی اینا گفته، توی معرفی نسخهاش، نسخه War Within، جنگ درون رو معرفی کرده، از اولین نسخه این حماسه سگانه و دومین نسخه، نسخه The Midnight یعنی نیمه شب، که بازگشت وید و حملات وید و بسیار نسخه خفنیه به نظر من، و توضیحاتی داده. و بعد هم نسخه World of Warcraft The Last Titan، آخرین تایتان. و لوگو لاست تایتان رو مشاهده میکنید شما، لوگو لاست تایتان لوگو جالبیه، یک نوریه که به نظر من ازوراسه، و این نور خب میبینی که دوره یه حلقه ایه که این حلقه هم حالا روش صحبت دیگه، ولی خب این حماسه روی دنیاست، یعنی مسلما ما در این سگانه جوابمون رو میگیریم. ولی آیا واقعا نیازی داریم یا ما میدونیم ازوراس چیه؟ ما سه تا حالت داریم که ازوراس چی میتونه باشه. یه خود باید راجع به ازوراس بیشتر صحبت کنیم، مسلماً یکی از بالا باید بیشتر صحبت کنیم. نکنید چیزی که ما از دانش جهان وارکرافت داریم بچه های از ارجمندان، ما چیزی که دانشی که داریم از جهان وارکرافت اینه که شما باید این نقشه رو مشاهده بکنید. اولی که غاره جهان ازوراس این شکلی بوده، به شکل یک غاره بسیار بزرگ، Great Continent بوده، یک غاره گنده بوده، این هم از این. و دنیای کیهانی جهان وارکرافت یک نقشه ای داره. البته اینو باید بگم این نقشه از نگاه تایتان هاست، یعنی تایتان ها دنیا رو این شکلی میبینن که نظم، اوردر در مقابل نانظمی، لایف در مقابل دث، چی لایف در مقابل زندگی، در مقابل مرگ، و روشنایی در مقابل تاریکیه. و به هر حال این دنیا رو این شکلی میبینن در کتاب کرونیکل، در کتاب کرونیکل دیدگاه تایتان ها از دنیاست و موجودات دنیا دیدگاه دیگه ای دارن. دث
دنیا رو به یه شکل دیگه میبینه. بچه این چرخه نمیبینه، ولی به هر حال چیزی که ما داریم متوجه میشیم اینه که نیروها در یک مساواتی قرار دارن، در یک پتنی قرار دارن. ما در پچی آشنا شدیم، در پچ 92 شادولند، ما در یک سرزمینی به اسم زرس مورتیس وارد شدیم. زرس مورتیس به معنای دروازه مرگ. ما فهمیدیم که در دروازه مرگ اسم دیگرش زرس مورتیس، فهمیدیم که در اینجا در این دنیا موجوداتی بودن، در نسخه شادولند فهمیدیم این رو به اسم فرست وان ها. فرست وان ها معنای فارسیش میشه اولین ها، یک نفر هم نیست، جمع اسمشون. و این اولین ها در زرس مورتیس، در این جایی که دارید تماشا میکنید، شادولند رو ساختن، The Grand Design، و اسم طراحی خودشون رو گذاشتن طراحی بزرگ. در زرس مورتیس موجوداتی رو ساختن به اسم آتوما، که آتوما شبیه رباتن، دارید مشاهدهشون میکنید، و این آتوما به زبون عجب وجقی صحبت میکنن که اسم زبونشون هست سایفر، و باید دیکود بشه، یعنی باید رمزگشایی بشه. زبونشون موزیکاله و عجیب غریبه. اینها رنگی که بلیزارد براشون انتخاب کرده رنگ مادر، رنگ طلایی و گلده و حالت کیهانی داره. و سپلکرافت فرست وان باس هاش وقتی باشون فایت بدی، تایپ اسکول ماجیک که بهتون دمیج میدن کازمیکه، جهانیه. چیزی که ما فهمیدیم از پچه 9 دا که این فرست وان ها همه چیز رو ساختن، فهمیدیم که یک چارچوب ساختن، یعنی کیهان جهان وارکرافت یک واقعیتیه که چارچوبه و توش نیروها وجود دارن، نیروی لایت، نیروی وید، نیروی مرگ، نیروی زندگی، نیروی نظم، نیروی نانظمی. این رو فهمیدیم، و فهمیدیم که تمام این نیروها همشون یه جورایی در مساوات هم دیگن، و همشون هم یه زرسی دارن. مثلا زرس مورتیس مال مرگه، دروازه مرگ، زرس عمر دروازه ویده، آن سوی ویده. یعنی برای تک تک این نیروها یک زرسی ساختن، و توی این زرسها اون دنیا و اون بود رو ساختن. نه تنها اون بود، بلکه خدایانشون رو، یعنی این وید لردها، این تایتانها، جیلر ایترنال وان، همه رو، همه چیز رو، همه کس رو اینا ساختن. و تمام این فورس ها به یک چیزی وصلن، یک خط اتصاع، یعنی متصل کننده دارن، و به یک چیزی وابستن. ما توی سالهای جهان وارکرافت فهمیدیم که آقا نیروی لایت یه جورایی انگار ازراس رو میخواد، نیروی وید در زمان بلک امپایر، امپراتوری سیاه بوده دوستان عزیز. در زمان بلک امپایر نیروی وید رو ما مشاهده کردیم، که من میخوام یه عکسی ازش نشون بدم، که تقریبا کل ازراس رو گرفته بودن در زمان بلک امپایر، و اینها تونستن ازراس رو بگیرن. و بلیزارد و تایتن ها توی کرونیکل میگن بلک امپایر 99% تقریبا ازراس رو گرفته بود، و ازراس رو در واقع موجودی که توی سیاره هست رو گرفته بود. حالا و بعد تایسان ها اومدن جلوشون رو گرفتن. حالا خب ما باید این راجب این قضایی ها بیشتر صحبت بکنیم. سه تا سوال اینجاست که پس یه سری ما چیزها باید بنویسیم راجب ازوراس. پس ازوراس یک خیلی مهمه، بسیار مهمه، همه نیروها اون رو میخوان، تمام فورس ها بهش وابستن. نیروی دس جیلر نمونه بارز این قضیه است که شما مشاهده کردید در نسخه شادولند، که جیلر زیوالد جیلر که ایونز فور آنکاونتد ایونز منتظر بود، اوری پان، تمام نقشه های خودش رو کشید که ازوراس رو پیش بینی کرد که یه روزی آسیب پذیر میشه. The soul of ازوراس wounded، زخمی شده، vulnerable but teeming with potential، هنوز پتانسیلشو داره، که باهاش اونقدر قویه این پتانسیل، یعنی اونقدر روح از راست قدرتمنده که باهاش میشه eradicate this flawed reality. eradicate یعنی نابود کردن. جیلر میگه اونقدر پتانسیل از راست زیاده که باهاش میشه reality، یعنی واقعیت، علی reality دوتا بازده هاشه، خودمو نمیگم، واقعیت جهان وارکرافت رو ریست کرد. یعنی این چارچوبی که فرست وان ها ساختن
با قدرت ازوراس میشه نابود کرد. پس اگر بخوایم در نتیجه بگیریم، ازوراس موجودی بسیار بسیار قدرتمند، یعنی ته تهشه، چون باش میشه واقعیت هستی رو نابود کرد. نیروهای وید لورد ها از دیمنشن و وید بعد ویدشون نمیتونن آزادشن و در قبال همین قضیه اولدگاد ها رو فرستادن که ازوراس رو کنترل کنه. تایتن ها اومدن ازوراس رو کپچر کردن، گرفتن. حالا راجع به این قضیه هم صحبت میکنیم و سپاه اولد گاد ها رو شکست دادن و اولد گاد ها رو زندانی کردن. یه چیزی که خیلی مهمه، اولد گاد ها رو نابود نمیتونستن بکنن. نفوذ اولد گاد ها در ازوراس خیلی زیاده و اولد گاد ها، بچه دقت کن، 99% ازوراس رو کراپتد کردن، سر به زنگا اومدن، یه جورایی شاید کراپتد شده. حالا راجع به این قضیه هم صحبت میکنیم، جلوتر بهتون میگم. نیروی لایف هم یه جورایی از راست رو میخواد. Just look at it. Ungru Crater Primal Incarnates شلازار بیسین، دو تا سرزمین بهتون گفتم، اون گروه شلازار بیسین، ولفت ایتن بلاسمز، سرزمین های اصلا مملو انرژی لایف، انرژی زندگی میتونه روتلس و بیرم و رسلس باشه، میتونه خیلی کارا بکنه، ولی در مقاصد مثبت، ولی منفی نیستش. مسلما سپاه سوزان به رهبری تایتن سارگرس میخواست ازراس رو نابود بکنه. پس ازروس بسیار مهمه، اینو ما باید بدونیم. دو، همه دنیا میخوانش، همه دنیا اسیر و عبیر ازروسن. حالا جدا از اینکه زن هست، شاید به خاطر زن بودن تو کفشن، این به کنار، ولی همه میخوانش. تک تک فورس ها یک دونه هم استثنا نداره. و بلیزارد، من معتقدم بلیزارد، نکنید بچه ها، بلیزارد سعی میکنه یه سری بالانس رعایت کنه، چون که اومد تایتان ها اومد این ستا رو خوب اعلام کرد و این ستا رو بد اعلام کرد و الان با رتکان نیستش، ولی با اطلاعات داستانی نمیگوییم تایتان ها بد هستن، ولی میگوییم که تایتان ها مقاصد خودشونو دارن. بلیزارد اینو تو شادولند گفت، توی مصاحبه گفته دست یک فورسه، نیروه، مثل بقیه نیروها از راست رو میخواد و همه این نیروها یه مقصدی دارن، یه قصدی دارن، همه یک قصد و نیتی دارن، نیتشون از راسته. حالا که میدونیم بسیار مهمه، همه دنیا میخوانش، اینا رو فعلا نوشتیم، میدونیم خیلی قدیمیه دوستان عزیز، عمر زیادی کرده، چیزایی که ازش میدونیم عمر زیادی کرده، توش یه موجود زنده است، یه موجودی که زنده است، این موجود وجود داره توی ازوراسه، تو مرکز ازوراسه، یک روحه و فهمیدیم روح داره، این موجود روحه، روح world soul، روح دنیاست، روح دنیای ازوراسه. و میدونیم که یک زنم هست، اینا اطلاعات جزئی که ازش داریم. ولی خب حالا ازوراس واقعا چیه اینا رو که داریم؟ خب فرست وان ها نیستن هچی والاک، این فرست وان های نیرومندی که تو راجبشون صحبت کردی کجا هستن؟ کجا هستن این موجودات قدرتمند؟ چرا در زرس مورتیس نیستن؟ نمیدونیم کجا بچه. واقعیت امر اینه که ما نمیدونیم این فرست وان ها کجا هستن و چیه داستان. فقط میدونیم که ما از یک، الان بهتون نشون میدم، ما با یک شخصی آشنا شدیم به اسم بروکر و فریم، اسم این بوده آل فریم و بعد هم اسم شده فریم. فریم از کارتل خودش، از کارتل آل، تو کارتل آل بوده، جدا شده و اسم خودش گذاشته فریم و یک بروکر اینلایتنده، اینلایتند یعنی روشن شده، دسته ای از بروکرهایی هستن که وارد زرس مورتیس شدن و به فرست وان ها خدمت میکنن. فریم میگه که این گراند دیزاین فرست وان ها خیلی مقدسه و میگه خیلی گراند دیزاینشون سیکرت و خیلی قدرتمنده و سپلکر آف دی فرست وان، مقبره فرست وان ها، جاییه که زرس ها کانکت میشن به ازوراس. یعنی هر شیشتا فورس یک زرسی داره و همه اینا از طریق سپلکر خاص خودشون، مقبره خاص خودشون،
کانکت میشن به ازوراس. ما این رو میتونیم مشاهده بکنیم در این ویدیو. یک ویدئویی میخوام بهتون نشون بدم بچه‌های عزیز. در این ویدیو اگر دقت بکنید، امیدوارم حاجی والک نشون بده سقفو. کامان نشون بده حاجی والک. نشون دادم. 6 تا نیروه، 6 تا دایره است و توی فایت وصلن. اینا بینشون لیزر وصله. وصلن به چی؟ به این کنسول وسط صفحه. اینجا دیگه این کنسول صفحه خاموش میشه. یعنی اینجا اگه سر بذاری بالا، این ازوراسه. ازوراس وصله به 6 تا شیلنگ، 6 تا دایره، 6 تا نیرو و با کنترل یکی از زرس‌ها میشه تک تک زرس‌ها یا ریالیتی و واقعیت و دنیا رو کنترل کرد. این کاری بود که جیلر می‌خواستش بکنه. حرف اینجاست که بعد از شکست جیلر، فریم میترسه، میگه نکنه جیلر درست میگفته. و فریم میگه که حالا با شکست جیلر یک سوراخی توی گراند دیزاین، یک سوراخ و اتفاقی روی گراند دیزاین رخ داده و نمیدونم که این سوراخ آیا چیز خوبیه یا بده. اوکی، خلاصه اینکه در ادامه داستان که بخوام خدمتتون عرض شود، فرست وان ها کجان، چیان، نمیدونیم. ولی یکی از چیزهایی که ما میتونیم در رابطه با ازوراس بگیم به نظر من، که ممکنه ازوراس بعید نیست که فرست وان باشه. این یکی از تئوریای منه. من این احتمال رو میدم ازوراس تمام فرست وان هاست. من احتمال میدم که ازوراس، ما قرار تو ورتول ساگا بفهمیم که چیست راستیتش، ولی من احساس میکنم فرست وان ها هر آنچه بودن و خواهن بود رو فدا کردن برای این چرخه بزرگ دنیا و ازوراس رو منشأ این اتصال، این چرخه گراند دیزاین، این پترن و الگوی ریالیتی واقعیت کیهان جهان وارکرافت قرار دادن. این یکی از احتمالاتی که من در نظر میگیرم. البته احتمال بعدی اینه که ازوراس در واقع فورس هفتم جهان وارکرافته. ما تو نسخه شادولند فهمیدیم در کنار 6 تا نیروی اصلی، نیروی هفتم هم وجود داره و بعید نیست این نیروی هفتم حالا میتونه هم فرست وان باشه و فرست وان ها نیروی هفتم باشن، ولی بعید نیست ازوراس نیروی هفتم جهان وارکرافت باشه که این 6 تا میخونش. یاد جمله این میافتم که یک NPC هست در رابطه با Ever Living Statute، اون مجسمه هست که رو دارک پورتال وایستده که تو جیب ما بود، اون میگه که 6 تا طمع خواستار هفتمینن، هفتمی و هفتمین طمع رو میخوان، 6 تا ارباب هفتمین طمع رو برش طمعکارن میخوانش. و این منو به این فکر میبره که ازوراس هفتمین نیروی جهان وارکرافته، برای همین هم انقدر قدرتمنده و میخوانش. اگر ازوراس هفتمین موست توانست که 99% تونست کنترل بکنه ازوراس رو، ما این رو متوجه شدیم و تایتان ها اومدن سپاه سوزان رو شکست دادن و تقریبا 99% بلک امپایر از راس رو گرفته بود. به خاطر نفوذ اولگادا زندانیشون کردن. حالا خوب گوش بدید، اولگادا زندانی کردن، شاید دیدن از راس 99% کرپتد و فاسد شده و خواستن تطهیرش کنن و کلنزش کنن. خوب دقت کن، در جهان وارکرافت در نسخه دراگن فلایت ما یک جای رو داریم بچه‌های عزیزم به اسم اولدوروس تیرز هولد. در بالای مقبره تیر یک زمانی یک اژدهای بسیار نیرومند که در جهان وارکرافت بازم دیدینش به اسم گالاکران، یکی اجدهای بسیار نیرومند و بزرگ، ایشون
یک آبی رو میخوره. این آبه، گوش بدید بچه، من با این رو بنویسم واسه تون، خیلی بحث خفنه. گالاکرون یک آبی رو میخوره، این آبه حاوی انرژی ویده، آب ازوراس بوده، حاوی انرژی ویده، مثل اینکه یاکسوران فاسدش کرده، ولی یاکسوران با چی فاسدش کرده نمیدونیم، ولی مثل اینکه اولدگاد یاکسوران فاسدش کرده وقتی زندانی بوده. این آب انرژی وید توشه و این آب باعث شد که گالاکرون اینسیشز، فکر کنم اینسیشیز، مهم نیست، فارسیش بهتون میگم، گرسنگی بیش از حد داره، سیری ناپذیر. گالاکرون هانگر و گرسنگی عجیب و غریبی داره که تمومی نداره، حاضر همه کس و همه چیز رو بخوره و اونها رو به شکل undead resurrectشون میکنه، نیروی لایف رو تغذیه میکنه گالاکرون. و این گالاکرون توسط دراگن اسپکت ها شکست میخوره و کیپر تیر و شکست میخوره، نابود میشه و کیپر تیر اون آب رو تطهیر میکنه و این آبی که تطهیر شده، آب تطهیر شده یا منزه و پاک شده، تبدیل میشه در یک فضایی به اسم اولدوروس که اسم دیگه اولدوروس هست، هالز آف اینفیوژن، دانجن هالز آف اینفیوژن رو شما زدید، اولدوروس آب تطهیر شده است و اون رو اینفیوز میکنه with the power of the fucking arcane، با قدرت arcane انرژی اینفیوز میکنه، قدرت arcane رو میکنه توی آب و اون آب رو تبدیل به آب یه جورای اوردر، یه نظم، نیروی نظم رو واردش میکنه و این نیروی نظم روی این دیواره های توی تالدرازیس مستقیم میره و بعد از اینکه مستقیم رفت وارد یک جایی به اسم روبی لایف پولز میشه، یعنی این آب پاک میشه در هالز آف اینفیوژن و بعد از اون میرسه به روبی لایف پولز که اژدهایان یه جورای اینفیوز میشن با پاور آف دی اوردر. متوجه هستی چی دارم بهتون میگم؟ متوجه هستی چی دارم بهتون میگم؟ اوکی. حالا این گرسنگیه، من اینا رو گفتم که بهتون اینو بگم، این گرسنگیه چی بوده که یاکسرون ازش این هانگر رو استفاده کرده و الان این هانگر در سفر در زمان پچ 10.5 میدوانیم و میدانیم، میدوانیم که اشتباهه، میدانیم در پچ فک 10.5 ما یک شخصیتی داریم بسیار قدرتمند و نیرومند به اسم ایریدیکرون و ایریدیکرون در داون اف دی انفینیت سفر کرده در آن سوی زمان، در زمانی که گالاکرون تازه شکست خورده بود و وقتی که شکست خورده بود یک جادویی در دستانش، یک قدرتی تو دستش، یک آرتیفکتی، یک ترینکتی در دستانش که این ترینکت مال نلسایرون دی ارث واردر بوده و نلسایرون اینو استفاده کرده در جنگ مقابل ایریدیکرون و فقط هم ایریدیکرون از این دایره خبر داشته و این دایره رو توی پچ فوربیدن ریچ توی پچ 10.07 میگیره و این دایره اسمش از دارک هارت، توی پچ 10.07 اسم پچ 10.07 دارک هارت و دارک هارت اسم این دایره است. این دایره خیلی قدیمیه، خیلی انشنت، خیلی باستانیه و نلسایرون این رو نمیدونیم از کجا گذاشته، شاید زلاتاس این رو به دستان نلسایرون داده وقتی که توی شمشیرش بوده. خلاصه که دایره رو میگیره، سفر در زمان میکنه در داون اف دی انفینیت و اسنس و شیره وجود گرسنگی که در تن گالاکرون بوده میگیره و بعد میرزه تو این دایره و مسلمن شما دیدین این دایره رو کجا میبره، این دایره رو میبره در یک، این دارک هارت، این قلب سیاه رو میبره در یک جایی به یارش میده، به یک شخصیتی که شخصیت جدید و منفی جهان وارکرافته، یعنی از قبلا بوده و الان بسیارشون باوش ما رو میشناسه به اسم زلاتاس. یه ویدیو تو یوتیوب هم دارم در تو با زلاتاس، اگر نمیدونید حتما تو پلیلیست داستانی من ببینید. خلاصه این تو دستان زلاتاسه، این دارک هارت و قلب سیاه در دستان زلاتاسه و زلاتاس دی هاربرینجر، ندا و نجوای ویده و این الان در دستان زلاتاسه، یعنی از پچ 10.1 دارش به زلاتاس و زلاتاس این رو میخواد ببره برای نسخه The War Within 11. متوجه هستی چی میگم، قضیه چیه، داستان چیه و زلاتاس این رو میخواد ببره توی، بذارید من اینجا بنویسم واسه تون که پاک نشه، زلاتاس این رو میخواد ببره توی پچه 11، از پچه 10.1 رسید به زلاتاس و بعد 11. این هانگر در داستان چیه؟ حالا با سوال اینجاست، هانگر چی بوده؟ دوستان عزیز من، این رو من قبلا هم گفتم ولی بخوام باز یه مسئله خیلی دارکی رو بخوام بهتون بگم، دوستان عزیز من در جهان وارکرافت، عزیزان من
گفته شده در نسخه دراگن فلایت، نسخه دراگن فلایت با تمام فراز و نشیباش سوراخ سنبای بسیار زیادی از داستان رو پر میکنه. یکی از چیزایی که از داستان رو پر میکنه اینه که ما فهمیدیم که 5 زب در 5 اولد گاد وجود داره، اولد گاد پنجم. ولی ما وقتی در نقشه ای از نیروهای اولد گاد ها رو ما مشاهده میکنیم، ما سرزمین پنجم رو مشاهده نمیکنیم، ولی 5 اولد گاد بچه وجود داشته. War of Catans دوستان عزیزم، در پچه دهیو کنیم باید بهتون بگم، در پچه دهیو کنیم تیکایی از زمان، اسم پچه Fracture of Time، ما سفر در زمانهای متعدد میکنیم. یکی از زمانهایی که سفر میکنیم زمانیه که نیروی بلک امپایر و اولد گاد ها شکست نخوردن. Infinite Timeline، دنیاهای موازیه. یکی از دنیاهای موازی که سفر میکنیم از اوراسیه که اولد گاد ها شکست نخوردن و توش هستن و وجود دارن. توی این ازوراس وجود دارن، اولگاد شکست نخورن و از اون ازوراس حملات کوچولویی رو در یک ایونت کوچولو به اسم تایم ریفت میکنن. یکی از NPC هایی که حمله میکنه در ایونت تایم واکینگ یا تایم ریفت اسمش هست فلان فلان چی چی هاربرینجر آف هرالد، هرالد میشه سخنگو همچین چیزی، آورنده، هرالد آف کتنس. و کتنس یک جنگ، یک محلی بوده به اسم کتنس و احتمالاً یک جایی که جنگیدن اولد گادا. اولد گادا بچه با هم دشمن بودن، این پاراسایت و انگل ها نزاست یاکسو اینا با هم دشمن بودن و جنگیدن. اینو بلیزارد گفته جنگیدن و یک جایی سر یک جنگی با هم دیگه بیخیال شدن و با هم متحد شدن و این جنگه جنگش War of the Catans و در کتنس کی بوده؟ در کتنس معلوم نیست کی بوده، ولی در همین فضایی که بهتون ارائه دادم، در همین سفر در زمانی که من بهتون توضیح دادم که بسیار پچه دهیو کنیم، واقعا از لحاظ محتوا it is incredible. در این تیکه ای از سفر در زمانی که ما میکنیم، خب تایملاین ها عرض کردم متعدد رو میبینیم. مثلا تایملاینی که ایلیدن خدمتکار سارگرسه، ارباب از اوراس شده ایلیتن، یا مثلا دنیا توسط مورلاک ها اداره میشه، تایم چیز دیگه، دنیاهای موازی و پارالله، کاری به این قضیه ندارم. ولی چیز جالبیه که در یک از دنیاهاش اولد گادا هیچ وقت شکست نخوردن. مسلما اولد گادا شکست نخوردن، خب خیلی جالبه دیگه، همشون هستن و اولد گادا با هم دوستن توی این تایملاین. اینو از کجا میفهمیم؟ از یک تبلتیه. یعنی ما میریم توی اون دنیا، فرض کن به جای لیچکینگ، من البته خدمت برادران ارزشی و برادران ارزشی و ورزشی خودم، من باید این رو بهتون نشون بدم چون که میدونم من این رو دارم. اگر یه چند ثانیه فقط، بله دارم. در این تایملاینی که میریم اولد گادا شکست نخوردن و در انتهای این ایونت کوچولویی که انجام میدیم و موفق میشیم، الیتشو میکشیم، مینی باستشو میکشیم، برمیگردیم، یک لوح تبلت میشه، لوح، یک لوحی رو با خودمون میاریم، یک لوح بسیار جالب رو ما با خودمون میاریم که این لوح دقیقاً هم این گوشه مپ هستش، این گوشه مپ افتاده، این گوشه مپ باید بری ورش داری. این لوحی که ما برمیداریم با خودمون میاریم یک دست نوشته ای هست. دست نوشته حاوی اینه، یک اطلاعاتیه که یک سری مردمی در ازوراس وجود دارن، یک سری مردم در اون ازوراسی که امپراتوری سیاه شکست نخورده وجود دارن و این مردم تاورن و ترول هستن و این تاورن ها و ترول میپرستن یک موجود بسیار قدرتمند رو به اسم The Ancient One. یه موجودی رو میپرستن به اسم Ancient One، یعنی اونی که از همه باستانی تره، اونی که قدیمیه. Ancient One یعنی اونی که قدیمیه. Ancient One رو دارن میپرستن. Ancient One یک کارت بازی در هرسستونه، برای اولین بار فقط همینجا دیدیمش، دیگه ندیمش، که این عکسشه و این رو میپرستن. و Ancient One‌ای که میپرستن، گوش بده، Ancient One‌ای که میپرستن توی تبلت نوشته، نوشته ما باید خودمونو بکشیم، فداکاری کنیم، ما باید قربانی، سکرفایس، برای افتخار و گرسنگی، هانگر، برای گرسنگی Ancient One ما باید قربانی بدیم. و گفتن و توی تبلت نوشته گرسنگی Ancient One خیلی زیاده و ما باید همیشه بهش قضا بدیم با قربانی کردن و کشتن خودمون که اون سیر بشه. پس یک موجودی به اسم The Ancient One در یک ازوراسی که اولد گادها شکست نخوردن و هستن وجود داره و اولد گادهای دیگه کاریش ندارن، ازش حساب میبرن.
پس در یک زوایای دیگه نگاه بکنیم، در ازراس ما هم انشنت وان بوده و همینطور که فهمیدیم اولد گاد پنجم وجود داشته، پس در نتیجه تحلیل و استدلال و منطق به ما میگه دی انشنت وان همون اولد گاد پنجمه که یک زمانی در ازراس بوده و اولد گادها شکستش دادن و کشتنش و یک گرسنگی شدیدی داشته و گلکرون خون این رو خورده، یکسران خون این رو به گلکرون داده و این هانگرینگ رو اردیکران در پچه دهیه کنیم خون انشنت وانه که میده به زالاتاس. حالا یه موجود دیگه هم اونورا بوده اسمش زالاتاسه، نکنه زالاتاس خود انشنت وانه؟ این رو هم میتونیم بررسی بکنیم که آیا زالاتاس انشنت وانه یا نیسته، شاید هم هستش، شاید زالاتاس انشنت وانه، شاید زالاتاس، چون زالاتاس وقتی شمشیر بود توی پچه لیژن و میدونی که توی یک شمشیری بود زالاتاس وقتی توی یک شمشیر بود ما با ما صحبت میکرد و همش گرسنه بود و همش به ما میگفت که به من غذا بدید، مثل ابوالفضل عبدالله است که میره غذا میده توی دوتا بازی میکنه، هی میگفت به من غذا بدید، من گرسنمه غذا میخوام و میگفت بکشید آدم، بکشید واسه من، kill him I'm hunger، همش این حرفا رو میزد. This is insane. آیا ایشون نمونه کامل شده زالاتاس که بعد زالاتاس در یک شمشیری زندانی بود به اسم Blade of the Black Empire که توی این شمشیر میشه یک نیروی وید رو زندانی کرد، کنترلش کرد و زالاتاس میگفت برادران من رو زندانی کردن، میگفت برادران من این بلا رو سرم رو بردن، پس برادرانش اولدگاده هستن که شکستش دادن، کردنش توی شمشیر و گرسنگی مال انشنت وانه و انشنت وان زالاتاسه. و ما یک عکسی رو داریم، این عکس رو یادتون میره دوستان، این عکس از نگاه تایتان هاست، تایتان ها دنیا رو به این شکل میبینن، اینجا اولدگاد یاکسورون رو میبینید، اینجا اولدگاد یاکسورون رو پایین میبینید، این یاشراج این گوشه، من میتونم زوم بیشتری رو بهتون ارائه بدم، این اولدگاد یاشراج، این پایین اولدگاد یاکسوران، این اولدگاد کتونه که یک چشم موسمنه ببینید و این هم اولدگاد نزاسه که تو اعماق آب زندانیه. پس این خارکوسه ای که این گوشه است چیه؟ این خارکوسه ای که این گوشه است شما میبینینش، این کیه؟ این کیه که چقدر قیافش از لحاظ ظاهری تنتیکل و شاخک داره و گوشش اینجاست و اگر دقت بکنید من باید این رو یک جابجایی بهتون چیز کنم، اگر دقت بکنید یک سری چشم بالای سرشه و دوتا گوشه داره، این موجود اگر واقعا شبیه این نیست پس چیه؟ این دوتا گوشه سرش و این هم چشماش و این هم تنتیکلاش، ایریز و این یک فکته، این یک واقعیته که من دارم بهتون میگم دوستان عزیز. حالا اینا رو گفتی آجی والاک، چی میخوای بگی؟ چه ربطی به ازوراس داره؟ حرف من اینه که تایتان ها اومدن و اگر شما تایتل ورد سول ساگا حماسه رو دنیا رو میبینید، آخرین اکسپنشنش The Last Titan، آخرین تایتان یک زندانه، سیلوانس میگه This world is a prison و این شبیه یک زندانه. اینو من قبلا هم بهتون گفتم، اگر دقت بکنید و اگر شما لطف بکنید وارد اینجا بشید و ببینید شما یک سینماتیک ریو که الان میخوام بهتون نشون بدم، میبینید که زندان پرایمال اینکارنیتا توسط تایتان ها و دستیاران تایتان ها، یعنی اسپکت ها طراحی شده، خدمتگزاران تایتان ها که یک حالت حلقوی رو داره و این در لوگوی The Last Titan هم دیده میشه. دوستان عزیز ارجمند، سارگرس بیلیزارد گفته، معرفی کریس متسن گفته که چیز خیلی مهمی گفته، گفته این شمشیر نقش مهمی رو قرار بفهمید ایفا میکنه. دوستان عزیز کاملا تابلوه شمشیر به این عظمت که در نسخه لیژن تایتان دیوانه سرگرس این شمشیر رو به ازوراس کوبید، این شمشیر دوستان عزیز دقیقاً به سیلیتوس وارد کرد، به سیلیتوس، چون در سیلیتوس یک جای خیلی مهمیه دوستان عزیزم، میخوام بهتون توضیح بدم، این رو قبلا تو استریم هم گفتن، این شمشیر رو دلیل اینکه سرگرس به سیلیتوس زد
اصلا علکی نبوده. اینو من نمیگم، دوستان عزیز من، الهی دورت بگردم، بذار من بدشینشون بدم. تو رو خدا این یک NPC توایلایت هرمیت، الهی دورت بگردم. توایلایت هرمیت یک NPC ارکه، اخیراً شما اینو در اینجا میبینید، در سیلتوس میبینینش. توایلایت هرمیت، شما با آیتم های ترید پست، آیتم های ترید پست رو دیدید؟ تریدینگ پست رو بازی کردید در جهان وارکرافت؟ 100% به شما چی داده تریدینگ پست؟ به شما شمشیر کوچولوی سارگارس داده. با شمشیر کوچولوی سارگارس برو پیش توایلایت هرمیت، میدونی به چی میگه؟ با شمشیر کوچولوی سارگارس وقتی بری پیش توایلایت هرمیت میدونی چی بهت میگه؟ وقتی با شمشیر کوچولوش میری، آقا جا داره بچه یه قلب برای من از همین صحبتی که دارم میکنم. افک دونیت بستم، این ویدیو هم داره ریکورد میشه برای هر کس تو استریم و برای بچه های یوتیوب. بچه ها اسپانسر من گیم شاپه، ایشون توی دیسکورد من هست، میتونید بهش PM بدید. از اگزیل لگ، گولد کلاسیک، سیز آف دیسکاوری، بازی های دیگه، فردا میخوام برایش یه ویدیو تو یوتیوب بذارم، یه قلب واسهش بزنید. و من باز هم میخوام صحبت کنم فقط چون رشته کلامم نمیخوام پاره بشه، و از مصطفی میخوام تو استریم باشه چون میخوام بیشتر ازش تشکر کنم. خدمتتون هست که نگاه کنید دوستان من، این توایلایت هرمیت با شمشیر بذار بدونش بدم، با ترید پست این شمشیره رو بهتون داده، شبیه سارگرسه، شمشیر سارگرسه، میبریدت پیش این هرمیته. ارکه میگه یا اول فاز اینو پیش من نیارید. میگه چرا اینو پیش من آوردید؟ میگه فکر کردید سارگارس که مستر تاکتیشن و جنرال جنگی تایتانا بوده الکی سیلیتوس انتخاب کرده؟ میگه نه، این رو فاکینگ هرمیت میگه. چرا باید بریزاد اینو ارائه بده که بله در واقع سارگارس از غصب سیلیتوس ضربه وارد کرده؟ دوستان عزیز من، دنیا این شکلیه. میخوام یه واقعیتی رو بهتون بگم که نمیتونم بهتون توضیح بدم و امیدوارم بتونید تجسم بکنید. از راست نگاه بکنید، از راست یک سیاره است که نقشه شما به شکل یک نقشه پن میبینیم، ولی این رو شما یه نقشه رو قبلا نقشه ساختید، بچه بودید جغرافیا توپ گرفتین نقشه درست کردین، من درست کردم. وقتی یک چیزی کروی شکل باشه، سیاره زمین رو دقت بکنید، وقتی یک چیزی کروی شکله، اینها این نقشه دورش میگرده. دقت بکن چی بهت میگم، نقشه دورش میگرده. من دستگاه 3D مدل ندارم که بهت نشون بدم، ولی این نقشه اصلی از اوناس بوده، یک گریت کانتیننت، و این گریت کانتیننت اگر روی یک حالت دایره باشه، اگر ما این رو دایره برفرض بگیریم، این گریت کانتیننت در واقع از این ور به این وره، یک حالت وود داره، درست نمیگم؟ یعنی تمام اینجاها رو در نظر میگیره، از این پشت تا این پشته. خب گریت کانتیننت مثل یک حالت مثل کره است دیگه، و اون وقت کلیمدور میشه این پشت مشتا، و اگر این یه چیز باشه، و حالا یه چیز جالب بهتون میخوام بگم، کلیمدور میشه این پشت مشتا، کاش که میتونستم کره داشتم بهتون نشون میدادم. کلیمدور میشه این پشت مشتا وقتی این شکلی باشه، کلیمدور که این گوش است، مصمم نه کنید این گوش پشت مشتا. و ما در اکسپنشن جدید، در The War Within، ما وارد یک منطقه میشیم به اسم کزلگار، و کزلگار اینجاست، زیر سیلیتوسه، این پایین منه، اینجاست، مصمم نها کن اینجاست. و اگر ما اینو در نظر بگیریم روی کره، اگر اینجا سیلیتوس باشه، کزلگار روی اون نقشه یه چیزه اینجا به حساب میاد، یا مثلا اینجا به حساب میاد، چون کره است. خب و شمشیر وقتی میخوره اینجا، این شمشیره مستقیم میره سمت قلب دنیا، مستقیم این میخواد بره سمت قلب دنیا، شمشیر ازراس، شمشیر سارگرس بخشید. یعنی یه جورایی حالا گوش بده، حالا حرف اصلی من اینجاست.
در نسخه The World Within کزلگار، جایی که ما میخواییم واردش بشیم، درست میگم؟ و Destination کزلگار، جایی که ما میخواییم واردش بشیم اینجاست. نگاه کنید، تو رو خدا، تو رو خدا، جان حاجی والاک، نگاه کنید اینجاست و نزدیک فاکین سیلیتوسه. و اگه این حالت کروی باشه، انگار بلیزارد یه جوری زده بزن از اون ورش در بیاد، چون کزلگار میره سمت دنیا و سیلیتوس هم میره سمت دنیا و در مرکز دنیا روح ازوراسه، روح ازوراسه، ورسوله، موجوداتی در کزلگار هستن به اسم ارسنها و این ارسنها، این ارسنها تایتانها بهشون گفتن که در کزلگار و فقط هم در نقطه کزلگار که به شکل یک فاکینگ زبدر بلیزارد نشون داده، در کزلگار اینها باید زمین رو حفاری کنن. بچه ها اینا اومدن زمین رو حفاری کنن، بکنن بکنن. ما یه سری چیز داریم در این سر به اسم ماشین سپیکر. اینا ارسنایی هن ماشین سپیکر هن، یعنی ماشینالات حفاری دارن و اسم هست The World Within، جنگ درون. و ای خدایا، ای خود، چجوری بهتون توضیح بدم؟ کاش که بفهمید. مپای کزلگار این شکلی روی همدیگه است و با تکنولوژی جدید بلیزارد و اینجوری میریم. اسم این خطی که کشیدم، اسم این خطر بلیزارد گذاشته، اسم داستانیش هست اسمش هست The Core Way. The Core Way یعنی راه اصلی. راه اصلی به چی؟ راه اصلی که میرسه به روح دنیا. یعنی تایتان ها میخواستن حفاری کنن، بکنن این راه اصلی که بره برسه به روح دنیا. و حالا زالاتاس و نوروبیانام در مپ آخر اینجا هستن و زالاتاس همراهش اون گرسنگی رو داره و میخواد برسه به روح دنیا که شاید اون 99% کامل بکنه. ولی زالاتاس هر اتفاقی که رخ داده، به نظر من وقتی شمشیر خوردش به اینجا، شمشیر سارگرس خوردش به ازوراس، سارگرس از قصد اینجا رو انتخاب کرد که برسه به روح دنیا. بلکه روح دنیا اگر دقت بکنید، از وقتی که شمشیر سارگرس خورده به ازوراس، اتفاقات عجیب غریب تری رخ داده. نسخه بتل فور ازوراس، مگنی برونزبیرد میگه ازوراس داره با من صحبت میکنه، ازوراس نجوا میده و ازوراس انرژیش در سر تا سر سیاره داره پخش میشه. در نسخه شادولند ازوراس چی میگه جیلر؟ یه تیمینگ ویت پتانسیل. شادولند لحظه ای که جیلر از قبل میدونسته، گفته آها الان وقتشه، چون به اون پتانسیل رسیده که از ازوراس استفاده بکنه. پس ازوراس هی داره انگار تغییر میکنه تا میرسیم به چی؟ میرسیم به نسخه The Fucking Dragon Flight. در دراگون فلای چی کار میکنه؟ ازوراس اونقدر قوی میشه، به اسپکتا انرژی خودشو میده و ازوراس دیگه از اینم قوی تر شده، یا یک حالت عوض شده، قوی هم نشده، عوض شده. ازوراس میده چی شده؟ ازوراس فاکن این شده. ببین many. ببین، hear me. دیگه داره شخصا صحبت میکنه. Something, someone is calling out from the heart of the world. فازوراس این شکلیه. کاملا میتونم درکش کنم که این تو یک زندانه و اون لوگوه دور این دایره هست. میزنم جلوتر اینجا ناکنید از دیگه صداش میاد، گوش بده، میگه hear me، گوش کنید منو، این ازوراسه و ازوراس داره صحبت میکنه و ازوراس یک رنگ عجیبی داره، رنگ طلایی داره. طلایی ما تو فرسوانا دیدیم، ولی اگه دقت بکنید رنگ بنفش و آرکین هم داره، طلایی، بنفش و آرکین. و من معتقدم The War Within، جنگ درونه و ازوراس بین جنگ با تبدیل شدن به وید و جنگ تبدیل شدن به تایتان ازوراس گیر کرده. و تایتان ها بلیزارد گفته توی حماسه رو دنیا میفهمید که چطوری این تایتان ها این همه دستگاه هایی که ساختن برای چی بوده. بلیزارد گفته
old war, old Rus, old us, halls of infusion, engine of Nalaksha, تمام این موتورها، این همه تان تایتان فسیلیتی، بهش میگه تایتان فسیلیتی، تمام این فسیلیتی ها و کانسترکت ها برای این بوده که از راست ما قرار بفهمیم. ولی من بهت میگم برای اینکه از راست رو زندانی کنن، به بند بکشنش و اونجوری که دلشون میخواد از راست رو به شکل یک تایتان از جاش بکنن و بلندش کنن، اونجوری که باید و شاید بلندش بکنن که یک تایتان بشه. برمیگردیم به حرف من، چون که از راست از همه قوی تره و فورس هفتم، برای همین من اینجا نوشتم. یعنی این در واقع نقاشی که من اینجا خدمتتون ارائه دادم که آیا این گوشه ما باید بریم، که آیا از راست ممکنه فورس هفتم باشه. من یه لحظه بایستید اینجا من براتون چی نوشتم که از راست ممکنه فورس هفتم، یا فرست وان یا فورس هفتمه. پس در نتیجه از راست احتمالاً یا فرست وان یا فورس هفتمه، و فورس هفتم رو زندانی کردن تایتان ها که اونجوری که میخوان بلندش کنن به شکل یک تایتان. ولی از راست گرفتار وید هم شده و الان دقیقاً سارگرس انگار اینو میدونست، گفته کست خار وید، کست خار تایتان ها، بیدارش میکنم، شمشیر رو میکوبم جایی که نباید بکوبم و یه کاری میکنم که زودتر از تایم موعود بیدار شه. و برای همین من احساس میکنم از راست توی یک جنگ درونی بین آرکینه، آرکین رنگش آبیه و بنفش رنگش وویده و زردم خودشه، بین این گیر کرده و سارگرس اینو میخواست روی اصلا. برای همین بلیزارد گفت شمشیر خیلی خیلی مهمه توی این حماسه، و برای همینم هرمیت اورک وقتی میریم پیشش میگه فکر کردید سارگرس علکی سیلیتوس انتخاب کرد؟ و من معتقدم یا از راست یک فرست وانه یا از راست فورس هفتمه، و بعید میدونم چیزی دیگه غیر از اینا در جهان وارکرافت باشه. و اون انشنت مونم بهتون گفتم که بهتون این مضمون رو برسونم که زراتس با این هانگر و گرسنگی احتمالاً و با خون اولگادایی که نروبیان ها جمع کردن میخواهد از راست رو به شکل وید کاملش بکنه و هرالد آف د هاربرینجر آف د وید بشه و یک کاری کنه وید بیاد. ولی من بعید میدونم زالاتاس خیلی آدم احمق و بیشوری باشه، و من بعید میدونم که بخواد این هانگر رو به از راست بده، بلکه میخواد از راست رو به اون شکلی که باید و شاید یا وید و شاید The Ancient One از راسته در یک دنیایی که اولدگاد ها و زنتس موفق شدن، چون که زنم هست به نظر من Ancient One، که اون رو به شکل یک موجود در بیارن. ولی مهم نیست، حماسه روح دنیا جواب اینه که فاکین از راست چیست و از چی ساخته شده و چی جوریه. و من معتقدم وقتی حماسه روح دنیا کامل بشه، اتفاقات تازه بسیار جالبه. در نسخه The Midnight مسلمان The War Within هر نتیجه‌ای خواهد داشت، نتیجهش این خواهد شد که پروفسی و پیشگویی رخ میده. پیشگویی کجا ساجی والاک؟ یه ویدیو تو یوتیوب هم دارم راجع به حماسه روح دنیا توضیح دادم، برو اون پیشگویی رو ببین، برو جون مادر ببین. راجع به داستان حماسه روح دنیا تو یوتیوب هم گفتم و یه ویدیو راجع به زراتاس گفتم. پس من معتقدم پیشگویی ها قرار رخ بده، همون پیشگویی سانگ آف دیپس بود، ناگاه گفتن کوین آجارا برمیگرده، تمام موجودات بوید میان نیروی لایت و ترالیان و لایت کروسید از آن سوی درنور پامیشن میان که بجنگن و یه جنگ بزرگ رخ میده. و سیلوانس وین رانر هم هستش، از سرزمین دما میاد و من احساس میکنم ساید ناسروس هم یک نقش خیلی بزرگی توی این چرخه داستانی خواهد داشت. اگر ویدیو قبلی راجع به گالویکس رو ندیدید بید ببنید، که احساس میکنم ساید ناسروس رهبر دیگه تمام شیاطینه و این قضیه از قصد بلیزارد داره انجام میده که این اتفاق رخ بده. حالا جو الان به چند دقیقه دیگه بهت میگم چرا. و من معتقدم امرالد دریم الون و دنیای زندگان رو باز هم بلیزارد گسترشش میده، از قصد هم داره این کارو میکنه، دلیلشو باز هم الان بهتون میگم. نگاه کنید دوستان من، هر اتفاقی که در وار ویدین رخ میده نتیجهش میشه میدنایت، نیمه شب، و ما میدونیم در نیمه شب چی میشه. نیمه شب وید میاد از راست رو به تاریکی میبره، اینو کریس میلسن گفته، من نگفتم، و از راست تاریک میشه و جنگ بین وید و لایت، و گفته ایت از راست
گفته اینجا ازوراسه و بر وقف مرادمون رخ نمیده. یعنی چی؟ یعنی در انتهای نسخه The Midnight اوزا بر وقف مراد ما نیست و در انتهای نسخه The Midnight اتفاقی که رخ میده هرچی که میشه باعث میشه که تایتان ها برگردن. یعنی یه جوری ازوراس به شکل وید قرار بیدار بشه یا یک اتفاق بعد یا شاید هم به شکل تایتان، نمیدونم، هر چیزی که میشه باعث میشه که اینها برگردن، یعنی پاشن برگردن بیخوان واحد ازوراس بشن تایتان ها. که چی؟ To reclaim the final prize. این رو ایردیکران گفته بچه ها به ما، گفته که بر میگردن To reclaim the final prize. گفته میان with this the harbinger will pry it from their grasp, and when the titans come to reclaim their prize I will be waiting. میگه وقتی که تایتانا برمیگردن میان I will be waiting. میگه یه کاری میکنم، اینو میدم دست زلاتاس، میدم به هاربرینجر و اون باهاش میدونه چی کار میکنه. اون سینماتیک جدید دادونی مو دیدین دیگه، ریاکشنش رو گذاشتیم دیگه، اینو داده و ایردیکران منتظره، فقط منتظره، منتظره که زالاتاس نقشش انجام بده که قبلا توضیح دادیم که نمیخوایم الان راجع به زالاتاس نقشش بگیم که مغزمون میگوزه، ویدیو گذاشیم یوتیوب، ولی توضیح دادیم که زالاتاس نقشش چیست و میخواد چیکار کنه. زالاتاس باعث میشه که وورد در میدنایت رخ بده و احتمالاً اتفاقاتی بدی در انتهای نسخه میدنایت رخ میده و باعث میشه که بیان. یعنی این نقشه ایردیکران بوده که یه کاری بکنیم که تایتان ها بیان. با اومدن تایتان ها کی باشونه؟ ایلیدن باشونه. کی باشونه؟ سارگرس باشونه. اونها هم خواهند اومد و در اول دیار در نوسرند، بلیزار نوسرند رو کلن ریومپ گرافیکی میکنه و من معتقدم و من اعتقاد دارم دوستان عزیز من که بلیزار انترتینمنت این کارو که میکنه در انتهای The Last Titan. حاجی وارنک هستم، همونطور که کریس متسن گفته ورسول ساگا نهایت اپیک بودن داستان جهان وارکرافته و گفته بعد از اون ما زمینه رو برای 20 سال آینده جهان وارکرافت میشینیم. و من معتقدم شخصیتی مثل مدیو که شاید اولوینگ استاتوت باشه، ویدیو اولوینگ استاتوت هم دیدید دیگه که نوشتم فهمیدم اینی که دارک پورتال مرد مجسمه وایستاده کیه، اون احتمالا مدیوه و مدیو رهبر یه سری از گروه های تراولر های زمانه، حالا کاری نداریم. و من معتقدم که این فرد یا مدیو ما رو به 20 سال، همونطور که 20 سال اول از وارکرافت یک با مدیو شروع شد، ما رو به 20 سال بعدی میرسونه. چرا؟ چون که مدیو، گوش بده چی دارم بهت میگم، کوسچه نگو، چون که ببین چون که من مدیو رو کی دیدم، چون که مدیو رو من تو نسخه لیجن دیدم و توی فاکین نسخه لیجن یا امام حسین توی نسخه فاکین لیجن مدیو رو وقتی میبینی میدونی چی میگه؟ ای خدا کاراژان، میدونی مدیو رو وقتی بالا میبینیم چی میگه؟ مدیو بالا میبینیم چی میگه؟ شروع میکنه با کدگار صحبت کردن. مدیو میگه سارگارس عددی نیست، میگه سارگارس کسی نیست، که میگه من باید برم جای دیگه، step into the unknown، میگه باید برم توی unknown، ناشناسه ها، باید برم جای دیگه. میگه از راست شما رو داره، شما لیژن رو شکست میدی. پس یک چیز بزرگتر و بی‌نهایت‌تر، تهدید end time، پایان همه چیز، چیزی که شاید مورزان دیده، مورزان میگه آمانتول what I have seen، چیزی که من دیدم the true end time، end time پایان همه چیز. من معتقدم پایان همه چیز در انتهای سگانه ورسوله و من معتقدم از راس در نسخه لست تایتان این فورس هفته همون که بهتون گفتم، و من معتقدم از راس بیدار میشه، ولی نه به شکل هیچ فورس، و اون موقع است با قدرت از راس. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، چیزی که میخوام بگم دیگه پایان بحثمونه. Already بلیزارد asset های دیتای بازی آماده شده رو در جهان وارکرافت تیه 6-7 سال اخیر اد کرده، از خونه های های تکسچر کوالیتی، از مدل های تمام کریچر ها اپدیت شدن، تمام سبزه ها، چمن ها، درخت ها،
تمام از سوسک ان پی سی سوسک تا سنجاب رو بلیزارد آپگرید کوالیتی کرده و اساس های آماده جهان وارکرافت رو اد کرده. کشتی ها، خونه های، دیدید شما؟ من نمیدونم، ندارم عکس آماده ندارم که بخوام بتونشون بدم، ولی کشتی مثلا خونه آندد، خونه دیگه نمیدونم، یا مثلا کشتی هیومن، کشتی آندد، کشتی یا لباس، مثلا لباس گارد های آیرون فورج. چرا باید اینا دیتاش تو بازی باشه ولی تو خودش نباشه؟ من معتقدم در انتهای حماسه روی دنیا حماسه جدیدی میاد به اسم کازمیک وار، و من معتقدم از راست بیدار میشه، و من معتقدم از راست کل دنیا رو به عنوان فورس هفتم با قدرتش ریومپ میکنه، و بلیزارد از لحاظ داستانی میتونه نشون بده که بله از راست چیست و چی شده، و با قدرت از راست که دنیا میشه ریومپ شد. ما که نمیتونیم که با قدرت از راست دنیا ریومپ میشه، من اینو معتقدم. یا ازاد داستانی با عقل جور در میاد که از راست بیدار میشه و دنیا اون موقع دچار آپدیت و تحول بشه، کل دنیا. و من معتقدم که اون موقع بلیزارد میتونه حماسه روح دنیا رو بده، کازمیک وار، و اون موقع بلیزارد میتونه جنگ جهانی جهان وارکرافت رو بیاره و زرس امبرا رو بیاره، زرس اردوس رو بیاره، زرس لومن رو بیاره، تمام زرس های این دیمنشن ها و بعدا رو بیاره، و تمام نیروهای جهان وارکرافت غیر از ماها پلیئر ها همه از راست رو میخوان، و ما چمپیون های از راستیم و ما با ازش محافظت بکنیم. این شروع داستان 20 ساله بعدی میشه و اند تایم و پایان همه چیز، که همه از راست رو میخوان و همه میخوان بگیرن. اون موقع است گفتم سایدناسروس، سایدناسروس هم به عنوان رهبر شیاطین از راست رو میخواد، و از اون ور آمانتول به عنوان رهبر تایتان ها از راست رو میخواد، و الون، نمیدونم الون خوبه یا بد و کاری نداریم، و الون نیروی لایت، لایت لورد ها، و خیلی چیزای دیگه. جهان وارکرافت خیلی خفن‌تر از اون حرفاست، و متشکرم که به صدای من گوش دادید.